بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان پانوراما. همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، لحظه به لحظه بر تعداد زائران آن حضرت در شهر مقدس کاظمین افزوده می شود. واحد سیار مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام نیز که از 3 روز قبل مسیر پیاده روی زائران را به صورت زنده پوشش می داد، از امروز با استقرار در مقابل درب صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حرم امام موسی کاظم علیه السلام برنامه های این شبکه را به 5 زبان زنده پوشش داد. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظلو در شهر مقدس کربلا طی روزهای گذشته فعالیت‌های خیریه خود را در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و سوریه به انجام رسانده است. این مؤسسه تنها طی 1 هفته گذشته 5 مرحله از توزیع گوشت و سبد مواد غذایی خود را در میان خانواده‌های ایتام و نیازمند شهر مقدس کربلا اجرا کرده است. همچنین در اقدام دیگر، مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام با همکاری سازمان آی‌اس‌سی مقادیر زیادی سوخت زمستانی شامل ایزوم را در میان 10 خانواده نیازمند و ایتام شهر هرات کشور پاکستان، هرات کشور افغانستان توزیع کرد. همچنین این مؤسسه طی روزهای گذشته تحت اشراف دفتر مرجعیت کمک‌های زیادی نیز به زلزله زدگان ترکیه و سوریه ارسال کرده است. در پی وقوع زلزله در جنوب شرق ترکیه، کمک‌های شیعیان استانبول بین خانواده‌های آسیب دیده توسط مؤسسه زینبیه توزیع می‌شود. آمار رسمی هاکی است که در پی این زمین لرزه شدید در مرز ترکیه و سوریه تاکنون بیش از 41,000 نفر در 2 کشور جان خود را از دست دادند، که دست کم 35,418 نفر از این مرگ و میرها در ترکیه و بیش از 5,800 فوتی نیز در سوریه گزارش شده است. منابع محلی در شهر نجف اشرف از سفر سفیر ایتالیا در بغداد به نجف اشرف خبر دادند. گفته می شود او در این سفر به دیدار آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی رفت. آیت الله العظما نجفی در این دیدار گفت: اسلام بر صلح و امنیت بشر و روابط اقتصادی و اجتماعی میان همه مردم تاکید دارد. تروریسم زاده سیاست‌ها و برنامه‌های برخی کشورهاست و ربطی به ادیان ندارد. به گفته بخت روان از بزرگان محلی مسجد جامع چوبی پاکستان، مسجد جامع چوبی پاکستان حدود 206 سال پیش در زمان حکومت قاضی عمرخان معروف به ناپلئون افغان ساخته شد. این مسجد بنای تاریخی و مهم است که به دلیل اینکه در منطقه کمتر شناخته شده میان کلای واقع شده مورد توجه قرار نگرفته است. بزرگان منطقه جندول از اداره اوقاف پاکستان خواستند تا مسجد جامع چوبی پاکستان میراثی تاریخی در منطقه میانکلای ایالت خیبر پختونخوا را به عنوان میراث فرهنگی معرفی و برای حفظ آن تدابیری اتخاذ کنند. آنها گفتند که این مسجد با چوب‌های مرغوبی ساخته شده که از افغانستان و مناطق هممرز با ایالت دیر آورده شده است. نیویورک تایمز با انتشار مقاله‌ای از استفاده نخست وزیر هند از ابزارهای مختلف محدود کننده آزادی بیان در راستای افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه مسلمانان این کشور خبر داده است. مقاله‌ای که در نیویورک تایمز آمریکایی منتشر شد، از نقش نارندرا مودی نخست وزیر هند در افزایش محدودیت‌ها علیه آزادی بیان به ویژه در بحث آزار مسلمانان و نقض حقوق آنان پرده برمی‌دارد و امریکا موقعیت هند در سطح جهان را به شدت تضعیف می‌کند. کشوری که خود را همیشه بزرگترین دموکراسی جهان توصیف کرده است،
گفتنی است هند در فهرست سالانه ی آزادی مطبوعات منتشر شده توسط گزارشگران بدون مرز در سال 2022 به رتبه 150 از میان 180 کشور سقوط کرده می باشد. سازمان نجات کودکان با تاکید بر لغو ممنوعیت کار زنان در افغانستان تصریح کرد که برای امداد رسانی به زنان در این کشور به حضور نیروهای کمک رسان زن نیاز است. این سازمان در گزارشی خاطر نشان کرد که در پی این ممنوعیت بسیاری از زنان بی سرپرست و مجرد دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را از دست داده‌اند. گزارش با تاکید بر این که بسیاری از زنان و کودکان در سخت‌ترین زمستان سال‌های اخیر همزمان با شدیدترین بحران گرسنگی به دلیل این ممنوعیت نمی‌توانند به کمک‌ها دسترسی داشته باشند و اغلب تیم‌های امدادرسانی که همه آنها را نیروهای مرد تشکیل می‌دهند آنها را نادیده می‌گیرند، زیرا مردی از طرف آنها حضور ندارند تا کمک‌ها را جمع‌آوری کند و هنجارهای فرهنگی و سنت‌ها آنها را از صحبت با امدادگران مرد باز می‌دارد. سازمان عفو بین‌الملل با تأکید بر کارنامه سیاه دولت عربستان در جاسوسی از شهروندان خود اعلام کرد که سرکوب وحشیانه مخالفان و منتقدان در شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات سعودی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان پرونده 15 نفری را که در سال 2022 صرفاً به دلیل انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی به حبس از 10 تا 45 سال محکوم شده بودند مستند کرد. صدور حکم 45 سال حبس علیه یک فعال زن سعودی به دلیل ابراز عقیده خود در شبکه اجتماعی از طولانی ترین حکم‌ها در عربستان است. سازمان عفو بین الملل تا فوریه 2023 پرونده‌های 67 نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، شاعران، روحانیون و دیگران را که به دلیل ابراز عقیده خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند مستند کرده است. شواهد جدیدی به شکل امواجی در صخره‌ها ارائه شده که دانشمندان معتقدند در واقع نشان از وجود آب باستانی در گذشته مریخ است. جدیدترین یافته‌های مریخ نورد نشان می‌دهد که مناطقی از سیاره سرخ که قبلاً دانشمندان معتقد بودند خشک‌تر هستند در واقع محل نگهداری آب باستانی در مریخ بوده است. همچنین شواهد جدید به شکل امواجی در صخره‌ها ارائه شده که دانشمندان معتقدند زمانی روی سطح این سیاره یافت شده است. به پایان این آیتم خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.